درود، دیوار فرهادی هستم و با چالشی دیگر میهمان خانه های شما. به زعم بسیاری شاهد یک کمپین برای فحاش نشان دادن هواداران شاهزاده رضا پهلوی هستیم. این کمپین عموما توسط برخی رسانه ها پیگیری می شود، رسانه هایی که گویا قصدشان برای چهره سازی از برخی اشخاص در واقع ناکام مانده است و از این رو قصد دارند یگان آلترناتیو جمهوری اسلامی برای عبور از جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی و هواداران او را خنسا نمایند. اگر چنین نبود فحاشی های دیگر طیف ها را نیز مورد بررسی قرار می دادند. در یک ویدیو مسیح علی‌نژاد عملا تشویق فحاشی می کند و می گوید جایی که من نمی توانم فحش بدم فلانی و فلانی به نیابت از من فحاشی می کنند، ولی هرگز رسانه ها سراغ این ویدیو نمی روند. یا در مورد هواداران آقای اسماعیلیون که از بام تا شام مشغول فحاشی به دیگر طیف ها هستند، شاهد سکوت این رسانه ها هستیم. به همراه آقای بابک شکرابی فعال سیاسی و آقای نجات بهرامی فعال و تحلیلگر سیاسی موضوع پروژه این رسانه ها را بیشتر به بحث و گفتگو میگذاریم. آقای شکرابی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما، درود بر مهمان گرامیتون و سپاسگزارم که من در برنامه‌تون پذیرفتم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای نجات بهرامی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما آقای فرهادی، درود بر آقای شکرابی گرامی و همه مخاطبان برنامه. آقای شکرابی با حضرت عالی شروع می‌کنیم. برخی معتقدند ما شاید یک پروژه هستیم برای لومپن نشان دادن، فحاش نشان دادن هواداران شاهزاده رضا پهلوی. چقدر موافق هستید؟ کاملا موافق هستم. این پروژه چند سال در جریان هستش. ببینید در مقاطع مختلف شکل‌های مختلفی می‌گیره. به اعتقاد من جمهوری اسلامی و انقلابیون 57 خالی از هر گونه اخلاق بودن. بی اخلاقی خودشون رو در سالهای ابتدایی پشت اون اهداف ایدئولوژیک و مذهبی که دنبال میکردن میتونستن پنهان بکنن، اما از اونجا که هیچ دستاوردی نداشتن، خب اون بی اخلاقی ها از هر زمان دیگری باعث بی آبرویی اونها شده. شما نگاه بکنید وقتی که بانوان ایرانی رو درگونی میکردن، به اعدام میکردن، یا دادگاه هایی رو که انجام دادن، مصادره اموال مردم، به آتش کشیدن کارمندان دولت شاهنشاهی ایران و غیر و ذالک، دروغگویی، روابط جنسی خارج از ازدواجشون، روابطشون با کودکان و غیر و ذالک، همه دال بر بی اخلاقی این جماعت، دروغ گفتن و غیر و ذالک. در یک مقطع زمانی جمهوری اسلامی و انقلابیون 57 که خالی از هر گونه دستاورد بودند، حالا باید در یک مقایسه اخلاقی قرار می گرفتن با دولت شاهنشاهی ایران، با افرادی که در اون قسمت فعالیت داشتن و همچنین اون چیزی رو که ارائه میداده دولت شاهنشاهی ایران. در این مقطع هستش که خب تلاش میکنن که طرف مقابل رو خالی از ادب نشون بدن، به این ترتیب میتونن پشت این پنهان بشن و بی اخلاقی خودشون رو پوششی براش بدن. اما در بخش های دیگه ای و اون چیزی که امروز ما میتونیم راجعش صحبت بکنیم این هستش که بی ادب نشان دادن طرفداران سامانه پادشاهی به چند هدف متفاوت داره دنبال میشه. یکی اینکه شما وقتی که انسانیت زدایی بکنین از طرف مقابل، شرایط رو فراهم میارین که ترور فیزیکی اونها راحت تر باشه. الان گزارشی توسط سازمان اطلاعات آلمان منتشر شده که بیانگر این هستش که فعالیت هایی که تروریستی جمهوری اسلامی در رابطه با حذف مخالفانش در خارج از کشور افزایش پیدا خواهد کرد. درست همزمان با این ما می‌بینیم یک کمپینی را میفته که نشون میده که طرفداران سامانه پادشاهی افراد بی‌ادبی هستند. این یک بخشی از قضیه است. بخش دیگه قضیه این هستش که خب ارتباط دادن این وقایع با شخص شاهزاده رضا پهلوی واقعا بحث بی ارتباطیه. ایشون مسئول رفتار و عمل کرده دیگران نمیتونن باشن و این خیلی مهم هستش. حالا در بخش های بعدی میتونم به این قضیه هم بپردازم. سپاسگزارم از توضیحتون. این نجات بهرامی، موافق هستید شاید یک پروژه رسانی برای بدنام کردن هواداران شاهزاده رضا پهلوی هستید؟ کاملا موافقم. در واقع این پروژه های هماهنگ چه در بعد رسانه‌ای و چه در بعد اون اتاق فکرهایی که از گروه های مختلف، جریان ها و اشخاص مختلف، چه ایرانی و چه خارج از کشور و غیر ایرانی تشکیل میشه و
برای یک جور مدیریت اوضاع و شرایط سیاسی ایران، شرایط اپوزیسیون و اون برنامه ریزی های برحال حساب شده ای که بر مبنای محاسبات خودشون برای ایران آینده در نظر دارن، ما در این سالها شاهد بودیم که برنامه ریزی ها کاملا منسجم و منظم بوده. من فکر میکنم هم بحث منشور و کشیدن شاهزاده به گروه جورج تاون و هم این که بعد از شکست اون پروژه، این پروژه جدید بحث فحاش نشون دادن هواداران پادشاهی، این هم یک برنامه کاملا حساب شده است. اصلا یک چیز اتفاقی که فلان فرد یا فلان شخص یا حتی فلان رسانه به سلیقه خودش بخواد حالا یک گذری داشته باشه، یک مروری کنه، یک نگاهی به این مسئله داشته باشه، به نظر من به این شکلی است، چرا که کاملا منسجم و هماهنگ هستش و حتی رسانه هایی که در برحال بود تاریخی خودشون یک رسانه های حرفه‌ای محسوب می شدن، برحال اون تاریخچه اونها در به زبانهای مختلف به زبانهای دیگه دارن حرفه‌ای کارشون رو انجام میدن، ما می بینیم به ایران که میرسه اون بحث حرفه‌ای بودن رو کنار میذارن و برحال همراه میشن با این پروژه. فراموش نکنیم به نامه‌ای که خانم بهاره هدایت از زندان به بیرون ارسال کرد، به عنوان یک نمونه من دارم فقط عرض میکنم، نکات مهمی داشت که اصولاً بحث فحاشی هواداران شاهزاده هیچ جای این نامه قرار نمی گرفت. یعنی هر جوری شما بخوای با برحال تساهل و تسامح هم این نامه رو به این مسئله ربط بدی واقعا نمیشه و امکانش نیست. این که بحث شورایی بودن رو، بحث نمیدونم نگاه شورایی به جریانات ایران، به مسائل ایران رو از طرف یک سری از اپوزیسیون زیر سوال برده بود، مثلا نکته مهمی بود که میتونست از طرف رسانه ها و با افراد منتسب به جریان چپ ایران به بحث گذاشته بشه، ولی این مسئله اتفاق نیفتاد. اینکه بسیاری از کسانی که فعال حقوق بشر هستن، فعالیت حقوق بشری رو با بحث فعالیت سیاسی و اپوزیسیون بودن قاطی کردن، این یک نکته مهمی بود که میتونست باز به بحث گذاشته بشه ولی نشد. اما از بین اینها رفتن یک چیزی رو بولد کردن و در بی بی سی فارسی به بحث گذاشتن که اصولا ارتباطی اون نامه هم نداشت، یعنی فقط دنبال یک بهانه‌ای بودن که این بحث فحاش نشون دادن رو علم کنن دوباره. همونطور که آقای شکرابی هم اشاره کرد، اصولا این بحث اولا به شخص شاهزاده و به جریان پادشاهی ارتباطی نداره، اصولا یک فردی نمیتونه همه هوادارانش رو کنترل کنه، و ثانیا متعلق به همه جریان هست. اگر طیفایی و بالاخره هواداران سمپاتای خیلی زیادی هستن و مخصوصا اینکه سامانه پادشاهی و مشروطه خواهی در ایران محدود به چند نفر نیست که با یک برحال چت تلگرامی توسط اون هد مجموعه کنترل بشن که فحاشی بکنید یا نکنید. اقشار مختلف مردم ایران چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور نام شاهزاده رو، نام خاندان پهلوی رو شعار ورد زبون اونهاست، شعار خیابانی اونهاست، طبیعتاً در این طیف بسیار وسیع هم نفوذی هست، هم عامل جمهوری اسلامی هست، هم سایبری هست و هم عده‌ای. اتفاقاً من این رو رد نمی کنم که به طور مشخص هوادار پادشاهی هستند و به مخالفین ممکنه فحاشی کنن، یک مسئله طبیعیه و اصولا بولد کردن این مسئله اصولا مسئله واقعا عجیبیه و یک سناریوی بیش واقعا نمیتونه باشه. سپاسگزارم از توضیحاتتون. های شکرابی با شما ادامه میدیم. چرا رسانه ها مثلا تهدید به ترور شاهزاده رو مسکوت میگذارن اما مثلا فحاشی یک فرد مثلا به مسیح علی نجات یا حامد اسماعیلون رو در رسانه هاشون بولد میکنن؟ داستان چیه؟ همه اینها چندین بود دارن، هر کدوم از مسئله که شما مطرح میفرمید. ببینید، یک بود قضیه این هستش که تقلیل بدن خواسته های جامعه ایرانی رو، بحث و منحرف بکنن. این رو در سطوح پایین تر هم میبینیم، عوامل نفوذی اونها هم تلاش میکنن که مباحث رو تقلیل بدن. جالب بود جناب امیر طاهری در مصاحبهشون به این قضیه پرداختند، اتفاقا با تلویزیون بی بی سی. مجموعه از سخنان شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده بود که بخش کوچکش رو این رسانه عنوان کرد و روی اون تکیه میکرد. این باعث میشه که ما رو از خواسته اصلیمون باز بدارن و اگر ما این پترن، این مسیری رو نگاه بکنیم که طی کردیم تا به امروز، ببینید خواسته های ملت ایران به مراتب به عنوان یک مجموعه واحد فراتر از این هستش که الان اولویت اول ما به عنوان مثال تفاوت‌های
می باشه یا اینکه تفاوت‌های زبانی باشه و خیلی مسائل اینچنینی، مسائل جنسیتی، ولی تمام اینها رو تبدیل می‌کنن تا جامعه رو تقسیم بکنن به اقشار، بخش‌های کوچکتری، و بنابراین خواسته‌های اونها هم متعادن تقلیل پیدا می‌کنه و در کنار هم قرار گرفتن اونها کار سختی میشه. در این میان وقتی یک پروژه بعد از پروژه دیگه شکست میخوره، یک موضوع دیگه رو عنوان میکنن با عنوان فحاش جلوه دادن طرف مقابل که مانع این بشن قضیه مهمتری شکل بگیره. همون موضوعی که شما به درستی در ابتدای برنامه بهش اشاره کردین، تنها آلترناتیوی که برای جمهوری اسلامی وجود داره شاهزاده رضا پهلوی و طرفداران ایشون هستند، که خب اکثریت غریب به اتفاق این افراد طرفدار سامانه پادشاهی هستند. اتفاقا در کنار اونها جمهوری خواهان ملی گرایی هم ممکنه وجود داشته باشن، و اتفاقا بخشی از پادشاهی خواهان امروزی در یک مسیری از جمهوری خواهی به پادشاهی خواهی رسیدن. یکی از عواملی که میتونه معضلات اخلاقی برای افرادی که یک نگرش سطحی تر به مسائل سیاسی دارن این هستش که طرف مقابل رو خالی از ادب و اخلاق نشون بدن، و این من فکر کنم قسمتی از این پروژه‌ای هستش که ما شاهدش هستیم. در نهایت صحبتم رو بخوام جمع‌بندی بکنم، این تقلیل خواسته های جامعه ایرانی به مسائلی که در اولویت قرار دادن. شاید در یک شرایط ایدئال میتونست این موضوع جالبی هم باشه مورد بحث گفته و قرار بگیره، ولی در شرایط کنونی فاقد هر گونه ارزش و در این حال یک بحث انحرافی است. بله، با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتش که اگر مثلا یه خارجی بیاد رسانه های فارسی زبان رو بررسی بکنه که فحاشیه مثلا یه نفر، یا مثلا کاری که با آقای حالو صورت گرفت صرف نظر است که خوب یا بد 100% بده، اگر یه نفر بیاد این رو نگاه بکنه فکر میکنه که ایران یه کشوری هستش که هیچ مشکلی نداره و مسائل روزش این مسائل، واقعا حیرت آوره. یعنی کشوری که این همه مسائل و مصائب داره، ده ها نفر در صف اعدام هستن، روزانه شاهد اعدام افراد هستیم، رسانه ها میان به این موضوع میپردازن و کاملا هم مشخصه که یک پروژه‌ای در کاره. این سوال از شما بودم آقای بهرام، پوزش میخوام من یه نکته ای رو اضافه بکنم، معذرت میخوام جناب بهرام. ببینید، ادعایی که آقای حالو کردن در این مقطع زمانی یک ادعاست. ببینید، مثلا هنوز به دادگاه نرفته، همه زوایای اون بهش نور نتابیده، افرادی که در اون درگیر بودن انگیزه هاشون چه اتفاقاتی افتاده، آیا واقعا متعلق به طیف پادشاهی هستن، هیچ کدوم از اینا هنوز روشن نشده. بر اساس ادعای یک شخصی که دست بر قضا سابقه درخشانی هم نداره و اتفاقا سابقه دروغگویی هم در کارنامه خودش داره، یک بلوایی داره به وجود میاد که انگار که حقیقتی بوده، که یک آیه بوده که منزل شده. این رو هم مد نظر داشته باشیم. بله، همینطوره. ضمن اینکه میگن اگر میخوای یه چیزی رو خراب کنی ازش بد دفاع کن، چه معلوم اون فردی که حالا گیرم که این اتفاق افتاده باشه اون واقعا نفوذی نبوده باشه یا واقعا هوادار سامان پادشاهی بوده باشه. اینها مسائلی هست که میبایستی در نظر بگیریم. ما بهرام، این سوال رو از شما هم دارم. میبینیم رسانه ها مثلا تهدید شاهزاده به ترور توسط یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران رو مسکوت میگذارن، اما مثلا این فحاشی ها یا این مسائل جانبی که اصلا صحت و سقمش هم مشخص نیست رو بولد میکنن، در رسانه ها باستاب میدن، کارشناسان را دعوت میکنن و کلن گویا که در اون مملکت مشکل دیگری وجود نداره. نظر شما چیه؟ خب واقعیت اینه که برای اینکه از یک کاه کوهی ساخته بشه مجبورن این کارها رو انجام بدن، چرا که اصولاً کارهایی که الان دارن منتسب میکنن به هواداران پادشاهی و نیروهای ایرانگرا، این کارها تخصص این جریانات بوده. یعنی ما اشاره کردیم شما از سالهای قبل از 57 به این طرف میبینیم کوهی از دروغها، بهتانها، برچسبهای اخلاقی، فحاشیهای عجیب و غریب، تا به صورت عملیاتی شما مثلا آتش زدن سینما رکس و منتسب کردن نبرم قتل صمد بهرنگی شریعتی نبرم آقای مصطفی خمینی و و موارد بسیار متعددی که اصولا اگه بخوایم لیست کنیم واقعا در شمار ناید، اینها رو منتسب میکردن به حکومت پهلوی. الان هم شما تخصص ترور اصولا سابقه رو که نگاه کنی تخصص همین جریاناته. شما همین حزب دموکرات کردستان بر اساس اسناد و به هر حال مدارک و کتاب‌هایی که خود کردها نوشتن، خود نیروهای چریک کرد نوشتن، یکی از افراد بلندپایه حزب کمله
کتاب دو جلدی بزرگی نوشته و این کتاب توسط اتفاقا همین حزب کموله منتشر شده. در اونجا جنایت‌های فجیعی که حزب دموکرات علیه حزب کموله انجام داده، نیروهایی که اسیر می‌شدن و اینها رو به صخره‌ها می‌بستن، تیرباران می‌کردن. من این کتاب رو خوندم، واقعیتش اون صحنه بسیار چندشاور از اعدام چند نفر در فرودگاه سلندش توسط خلخالی رو که توسط آقای جهانگیر رزمی ثبت شده و همیشه به عنوان ظلم به کردستان در رسانه ها بازنش میشه و اینکه چند نفر رو در فرودگاه سلندش خلخالی تیرباران کرده، این کتاب رو، فقط همین یک کتاب رو که میخونید، ده ها صحنه اینچنینی جلوی چشم شما میاد، ولو اینکه تصاویرش نیست ولی با ذکر اسم و مشخصات و فلانی ها بازداشت شدن، به این شکل کشته شدن و حتی به جنازه ها هم تعرض شد که بخشیشو من دیدم آقای کلاشی در پاسخ به آقای ژیارگل اینها رو آورده و واقعا کار بسیار خوبی کرد و خیلی جا داره برای اینکه برخی از متاسفانه افرادی که کرد هم نیستن در رسانه ها هستن و اینها صرفا شیفته این میشن که پیشمرگه ها مثلا با موهای پریشان و اسلحه به دست، اینها نماد آزادی هستن دیگه، نمیدونن که اینها، منی که کرد هستم میدونم اینها چجوری ملحق میشن به این گروه های تروریستی از روی فقر و به خاطر حقوقی که اینها دارن میدن. هر کدوم مقداری به هر حال چهره زیباتری دارن، توسط فرماندهان مورد تجاوز قرار میگیرن. اینها رو متاسفانه این رسانه ها نمیان بگن و در عوض میان کسانی که از سرباز وظیفه بگیر تا شهروندان عادی بگیر و حتی شهروندان کردی که کولبری میکردن، اینها در کوها جلوی اینها رو میگرفتن، اینها رو ترور میکردن، از اینها باج میگرفتن، سر گردنه ها وای میسادن، از این کولبرهای مظلوم هم باج میگرفتن و در واقع مردم کرد بیشتر از سایر نقاط ایران از دست اینها آسیب بودن. حالا اینها میان مثلا ادعا میکنن که ما قراره، یعنی کسی دیگه بیاد به ما فحاشی کنه و کسانی دیگه، اون کسانی دیگه از چه جریانی هستن، از چه گروهی هستن، از سامانه پادشاهی که اصولا از قبل از انقلاب اینها با ترور میجنگیدن، یعنی همون ساواکی هم که اینها عنوان نماد نبرم ظلم و شکنجه دارن معرفی میکنن، کسی بوده که جلوی اینها وایساده، چه جلوی چه این موجوداتی وایساده. و واقعا من هیچ ابایی ندارم که از کارنامه ساواک کاملا دفاع کنم، یعنی در برابر کسانی که ساواک با اونها میجنگید، وقتی اینها رو در یک ترازو قرار بدیم، اصولا کفه اون عقلانیت و شرف و اخلاق به شدت سنگین تره و به سمت ساواک سنگین تره. اینه که این جریان ها چیزی رو که خودشون هستن و توش تخصص دارن، اهم از فحاشی و اهم از ترور، تلاش میکنن و فکر میکنن خب یک چیزی شنیدن که بله با رسانه میشه هر کاری کرد، میشه هر گفتمانی رو جا انداخت. اصولا آقای شاهزاده رضا پهلوی هم میخواستن با رسانه در سطح بقیه پایین بیارن، هم سطح اونها کنن و در نهایت هم از هوادارانش جدا کنن و بعد بگن خب شما کسی نیستی، وقتی که دیگه اون میراثدار مشروطه نباشی دیگه کسی نیستی، تو هم کسی هستی مثل یک دانشجوی مثلا علوم سیاسی که فرقی با بقیه نداره. فکر میکردن اینها با رسانه و با به هر حال تجمیع قوای رسانه‌ایشون میتونن هر مسئله عجیبی رو جا بندازن، ولی خب غافل از این که من همیشه میگم الان در دوران هر شهروند یک خبرنگار هم نیستیم، جلوتر اومدیم، هر شهروند یک تحلیلگره. ما بلافاصله قبل از این که حتی چهره‌های سیاسی هشدارهایی بدن، از روی کامنت های مردم زیر پست های همین تلویزیون های ضد ایرانی متوجه میشیم که مردم زودتر از فعالین سیاسی قضیه رو فهمیدن رو و دارن تحلیلش میکنن. سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای شکرابی، آقای نجات بهرامی به موضوع مهمی اشاره کردن. این رسانه‌ای که از پروژه دیگرشون این بود که سطح شاهزاده رو مثلا در سطح دیگران بیارن. در واقع این که فلانی و فلانی کنار هم بشینن، اینا عموما از طریق همین سمپاتای این رسانه ها، این جریانات در توییتر ابتدا یه فشار رسانه ای آوردن، بعد این پروژه منشور رو در واقع پیش بردن. چقدر موافق هستید که این هم یه پروژه موازیه با این پروژه فحاش نشان دادن، یعنی در راستای همان، اول اون پروژه بعد این پروژه، پروژه بعدیشون معلوم نیست چیه؟ من به دو تا قضیه اشاره بکنم. ببینید، به عمل کرده یک رسانه نگاه میکنیم، به عنوان مثال رسانه بی بی سی که یک رسانه دولتی هستش که توسط مالیاتی از مردم انگلستان در میشه، این رسانه اداره میشه.
در یک کمیسیون عالی داره که در اون کمیسیون عالی یک یا دو مأمور MI6 سازمان جاسوسی انگلیس همیشه حضور دارند و سیاست‌های دولت انگلستان رو در سرتاسر جهان به نوعی به افکار عمومی تلقین می‌کنند. یک رسانه فوق‌العاده قدیمی بالغ بر 100 سال قدمت داره و بزرگترین رسانه است، فکر کنم هنوز بزرگترین رسانه جهان هستش. خیلی طبیعیه که این رسانه در راستای اهداف دولت کشوری باشه که داره اون رو اداره میکنه و اتفاقا به شکل مستقیم تاثیرگذار هستش بر کارهایی که اونا انجام میدن. یه اتفاق جالب افتاد در خاورمیانه سال 95 بود به خاطر اعتراضات متعددی که توسط حکومت عربستان به بی بی سی عربی شد. در نهایت اعتبار زدایی شد از این رسانه و این رسانه تعطیل شد. بلافاصله بعد از اون دولت قطر اومد رسانه الجزیره رو باز کرد و از که 150 تا از کارمندهای بی بی سی رفتن همونجا استخدام شدن و تبدیل شد به همون ابزار پروپاگاندایی که اتفاقا دولت انگلیس در تمام این سالها داشت توسط بی بی سی اونها رو هدایت میکرد. منظورم این که اگر به ذات این رسانه ها نگاه بکنیم و ببینیم چگونه منابع مالی اونها تأمین میشه و چه افرادی تاثیرگذار هستن یا چه ارگان هایی تاثیرگذار هستن در سیاست هایی که اونها دنبال میکنن، خب به مراتب آسان تر میشه که ببینیم چه پروژه هایی در دنبال اجرا کردن اون هست. مثلا تقریبا یک سال اندی پیش بودش که اون پروژه من و زبان فارسی بودش، داشت از سوی دو رسانه مشخصا تبلیغ میشد. شما نگاه کنید در مملکتی که ما الان با مهران آب رو به رو هستیم، نزدیک به 70% مردم ایران در سرتاسر ایران زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، آزادی های سیاسی اجتماعی فرهنگی برای بالغ بر 4 دهه هستش که وجود نداره، تمام منابع مالی کشور داره به غارت میره، ولی بزرگترین خواسته یک ملت رو که گذار از چنین رژیمی هستش که اونها رو داره استثمار و استعمار میکنه رو تقلیل میدن به اینکه مادر بزرگ کسی نتونسته به یک زبانی صحبت بکنه. اصلا از لیست اولویت های ملت ایران اگر ما 100 نمونه رو ذکر بکنیم و در یک رأی گیری بذاریم، من به شما قول میدم جزء 10 تا اولویت پایین جدول خواهد بود. بنابراین اینا هم طور که عرض کردم دقیقاً در راستای اون اهدافی هستش که ما رو منحرف بکنن از اون هدف اصلی و تا اندازه‌ای موفق بودن. خب به طور مرتب تغییر شکل پیدا میکنه و اکنون الان حالا شاهد این هستیم. پیش از این به عنوان مثال جامعه ایران رو تقسیم کردن به یک جامعه جنسی، مردها رو در برابر زنها قرار دادن و خیلی جالبه که این در راستای همون کاری است که جمهوری اسلامی انجام داد. جمهوری اسلامی برای سالها خانم ها رو حذف کرد و الان که ما به انقلاب ملی رسیدیم و زنها دوش به دوش مردها مسئولیت خودشون پذیرفتن، تلاش میکنن که این انقلاب رو که انقلاب زنانه جلوه بدن، در حالی که یک انقلاب ملی مرد و زن در کنار هم قرار دارن. سپاسگزارم توضیحاتتون آقای بهرامی. آقای شکرابی به موضوع در واقع جدا کردن اقشار مختلف پس هم توسط هم جمهوری اسلامی هم برخی در برخی رسانه ها و جریاناتی که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی میدونن اشاره کردن. مثلا میبینیم در طول همین اوقاتی که پس از قتل مهسا امینی افتاد، ابتداعاً جنبش ملی بود و جمهوری اسلامی هم سخت ترسیده بود تا اینکه اینها اومدن انقلاب رو اولا جنسیتی کردن. من دیدم حتی خانم علی‌نژاد میگفت ما انقلابمون رو صادر میکنیم، یا جناهای دیگه آقای مهتدی میگفتن که این انقلاب کردیه، انقلاب ژنجیان آزادی یا چیزی شبیه به این. اینها چقدر مقصر بودن در اینکه این جنبش رو در حال حاضر ما خاموش شده میبینیم؟ هر چند آتش زیر خاکستر، اما خب دیگه مشخص و مبرهنه که اون در واقع پویایی چند ماه پیش رو نداره. ابتدا من اشاره کنم اصولا طیف ها و افرادی که چنین این متخصص اختراع اقلیت ها هستن، حالا اقلیت های مختلف قومی، جنسی، نژادی، زبانی و الاخر، خب اینها رگ و ریشه شون به جریانات چپ برمیگرده و اصولا اینها چپگرا هستن. چرا که زمانی که چپ در اون ادعای اصلی خودش که یک ادعایی با به هر حال اون انگاره‌های اقتصادی بود شکست خورد، راه حل رو در این دید که برای برگشت به قدرت
جامعه رو به یک مجمع و جزایری از اقلیت‌ها تبدیل کنه، این اقلیت‌ها در نهایت رهبریشون رو خودش در دست بگیره و خودش مدیریت کنه و با کمک مجموعی از اقلیت‌ها در واقع به اکثریت تبدیل بشه و باز هم قدرت رو به دست بگیره. این مسئله اصولا نه مختص ایرانه و نه مختص خاورمیانه، اصلا در بعد جهانی چپ از چنین شگردی، حالا شما اون چپ نو رو که نگاه کنید تخصصش رو این بود که اقلیت‌ها رو بسازن و از طریق اقلیت‌ها باز هم اینها سر و کله‌شون پیدا بشه و به جامعه برگردن. این مسئله رو ما در مورد احزاب کردی که رگ و ریشه چپ دارن، در مورد بسیاری از این فعالینی که تحت لوای فمینیسم و فعال حقوق زنان متاسفانه ضد زنان عمل کردن و اصولا هیچ خیری برای زن تحت ستم جمهوری اسلامی نداشتن، اینها اگر واقعا در ادعاشون صادق بودن خب نمی اومدن هم مدعی بشن که دنبال احقاق حق زن هستیم و هم به رضا شاه پهلوی فحش بدن که دیکتاتور بود. یعنی این دوتا واقعا هیچ عقلی این دوتا رو کنار هم نمیذاره. شما از یک کودک که در مقطع ابتدایی داره تحصیل میکنه این دو مسئله رو بگی واقعا خندش میگیره، ولی اینها این کارو میکنن و روی حرف خودشون هم مصر هستن. خب ابتدایی ترین نتیجه ای که این کار در جریان جنبش ملی اخیر ضرری که زد خب این بود که واقعا من با داخل کشور در تماس بودم، دیر زمانی نیست من از ایران خارج شدم، بسیاری از شهرهای کشور که مثلا در خیزش آبان 98 و دیماه 96 پیش قراول بودن و بسیار فعال بودن، واقعا پیام‌های زیادی دریافت می‌کردیم. نه فقط پیام، اینها اصلا حتی در سطح شعارها که هدفی که ما دنبال می‌کنیم این نیست، مردم ایران مسائل بسیار کلانی دارن، اینجا آب نیست، نان نیست، نمی‌دونم تحصیل نیست، بچه‌های ما به جای اینکه بعد مدرسه برن دارن تو کوره‌های آجرپزی به عنوان کودک کار فعالیت می‌کنن، سر چهارراه هستن. این مسائل کلان رو شما در داخل ایران که به صورت شعار در شهرهای مختلف میدیدیم و ابتدای خیزش هم اگه یادتون باشه اکثر شهرهای کشور خیلی تعلقی نداشت که این مثلا خیزش در شهرهای کلان تهران باشه، نمیدونم اصفهان باشه، در گوشه و کنار کشور و در شهرها و بخشای کوچیک هم شاهد اعتراضات بودیم. در ادامه ما دیدیم در جریانات رسانه‌ای وقتی که فرمان رو بردن به یک سمتی که برای اینکه مثلا فلان سلبریتی غربی حالا یک استوری بذاره تمام رنگ و بوی این خیزش رو رنگ و بوی زنانه و فمینیستی دادن، ما همون زمان تاثیرش رو در شهرستان‌ها دیدیم. نه اینکه شهرستان‌ها دنبال حقوق زن نباشن، این اتفاق اتفاقا تو تهران هم همینطوریه. شما دیدید که در تهران هم شعارها حتی اینجوری نبود که رنگ و بوی زنانه و فمینیستی داشته باشه، ولی متاسفانه فقط برای اینکه منی که خارج از کشور هستم با پروژه مطابقت پیدا کنه، کالای خودم رو بسته‌بندی کنم و به اون مشتری مورد نظرم که غیر ایرانی هست، این تنگ‌ها هستن، نمی‌دونم گرده‌ها و گروه‌ها و نمی‌دونم مؤسسات و آکادمی که غربی هستن یا هر چی بفروشم، اومدم و به یک خیزش ملی که در داخل کشور روی خون مردم شکل گرفته بود، روی گرسنگی توده‌های مردم، گروه‌های مختلف مردم شکل گرفته بود، از آبان و از حتی سال 95 در آرامگاه کوروش کبیر استارت این خیزش ملی و زیربنایی و عمده خورده بود. همه این رو بیاریم و جمع کنیم و به هر حال در پای این مسائل بسیار حقیرانی خودمون صرف کنیم، خب نتیجهش این بود که جمهوری اسلامی هم روی این گسلخا سوار شد، اونها رو تقویت کرد، این شکافا رو برجسته تر کرد و در نتیجه دیدیم که به هر حال به چنین نقطه‌ای رسید. هرچند من یک جمله هم بگم، نه در این خیزش کسایی که میگن نمیدونم از کردستان شروع شد، ما یک جنبش تقدیم مردم ایران کردیم، اصولا این حرف واقعا اگر کسی این حرف رو زد اصولا به نظر من حق نداره در درباره ایران، درباره اوضاع ایران صحبت کنه، چرا که بسیار ناآگاهه. یک حکومت توتالیتری که اجازه اعتراض نمیده و سازماندهی مشخصی و شبکه سازی در داخل کشور اون صورت نداریم، به صورت ایجابی کسی نیومد این جنبش رو خلق کنه. این جنبش مثل آبان با یک جرقه شروع شد، نه
فلان طیف میتونه مدعی باشه نه طیف مقابلش، ولی اینکه کسایی میان به این شکل اولا مصادرهش میکنن و بعد از مصادره هم جهتش رو عوض میکنن و به یه سمتی میبرن که این جنبش بخوابه، به صرف اینکه اونها به اهداف کوچیک و حقیرانه خودشون برسن، یک اتفاقی بود که واقعا میتونه فقط درس عبرتی باشه برای خیزش های بعدی و جنبش های بعدی. سپاسگزارم از توضیحات کاملتون. شکرابی شاید این هستی مدعیان زن زندگی آزادی به شاهزاده رضا پهلوی میگن که چرا مثلا همسر یاسمین، بانو یاسمین مثلا فلان استوری رو گذاشته، چرا جلوش رو نمیگیری یا چیزای شبیه به این، نظرتون چیه؟ ببینین جنابی که جناب بهرامی بهش اشاره کردن فاقد اخلاقیات هستش و از اونجا که در تناقض هست اون باورهایی که دارن با رفتار و کردارشون، ما مشخصا میبینیم در مواقع مختلف در مقاطع مختلف این رو بروز میدن. این خیلی دیده میشه در سطوح پایینتر، عوامل اونها که به شکل نفوذی و حضور پیدا میکنن هم همین کار رو انجام میدن، یعنی شعاری رو میدن که به اون باور ندارن، ابزاری هست برای رسیدن به اهدافشون و این قضیه ادامه پیدا میکنه. یک پروژه هستش که از بالا تعریف میشه و افراد زیادی با انگیزه های متفاوت به اون میپیوندن. مثلا جناب بهرابی گفتن راجع به اینکه چگونه سری افراد راجع به حقوق بانوان یا اینکه این انقلاب رو چه کسی آغاز کرد و غیر و ذالک صحبت میکنن. این با این هدف تو بالا میشه. اولا یه مسئله خیلی مهمی هستش که خب اگر که آغاز اون رو یک موضوعی بدونیم که بتونن بهش افتخار بکنن، بنابراین پایان نافرجام اون رو هم باید مسئولیت و سندش رو بر عهده بگیرن، ولی اون رو باهاش هیچ کاری ندارن، به اون نمیپردازن. مرتبا راجع به مسائلی صحبت میکنن که انحرافی هستش، راجع به حقوق بانوان صحبت میکنن، افرادی که اتفاقا بزرگترین ناقضان حقوق بانوان بودن، از دموکراسی صحبت میکنن در صورتی که تقاضا دارن شخص شاهزاده رضا پهلوی نه تنها رفتار همسرشون رو کنترل کنن بلکه رفتار طرفدارانشون هم کنترل بکنن. ببین اینا همش در تناقض هست بین گفتارهای اونها و رفتار اونها و این کاملا بنگه این هستش که خب باورمند نیستن. همه اینها ابزاری هستش برای اونها که بخوام به قدرت برسن. من یک نکته دیگر هم اضافه میکنم، چون ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم درس‌های متعددی از اون میگیریم. آقای مصطفی فاتح از بنیانگذاران حزب توده، جاسوس شناخته شده دولت انگلستان بودن. ایشون مدیریت رده بالای شرکت نفت و انگلیس رو داشتن و اتفاقا روزنامه اشتباه نکنم نشریه مردم بود، نشریه رسمی حزب توده بودش، بعدها مشخص شدش که منابع مالیش اتفاقا همین شرکت نفت انگلستان و ایران بودش که حالا از چشم ایران پنهان میموند به عنوان هزینش رو از این شرکت میداد. منظور این هستش که یه سری اهداف هستش که اون چپ جهانی دقیقا در راستای اهداف استعماری کشوری به عنوان مثال مثل انگلیس یا سایر قدرت های استعماری در طول تاریخ قرار میگیره که با همدیگه عملکرد مشترکی دارن، علارغم اینکه به نظر میاد در برابر همدیگه قرار گرفتن، ولی وقتی به کشوری مثل ایران میرسه میبینیم دقیقا همون اهداف دنبال میشه. بنابراین اون شعارهایی رو که ما از چپ جهانی داریم میشنویم، حالا چپ ایرانی، حالا خود این چپ ایرانی هم باید به چند دسته تقسیم بشه، بخش اعظمی از این چپ ایرانی داره تکرارشون میکنه در راستای همون سیاست‌های استعمارگرانه هستش و تقسیم جوامع به بخش‌های کوچکتر که مانع این بشه که بتونن اهداف بزرگتر و اصلی‌تری رو دنبال بکنن. سپاسگزارم ازتون. آقای بهرامی، چرا این گروه ها شعار میدهند زن زندگی آزادی اما با مرد میهن آبادی خیلی مشکل بزرگی دارن؟ خب در ادامه همون صحبت هایی که مطرح شد، واقعیتش اینه که این بحث برندینگ و فروش کالای خودشون هست و الا این بحثی که مسئله عقلانی و اجتماعی پشتش نیست، و الا خب همونطوری که شما هم اشاره میکنید کاملا مشخصه که این شعار یعنی هیچ تضادی و هیچ به هر حال دشمنی و مخالفتی با اون یکی شعار نداشته. از طرفی حتی ریشه و منبع این شعار رو اگه نگاه کنیم، این چپا و به هر حال کسانی که با مخصوصا سیستم مشروطه و پادشاهی مخالفن همیشه اعتقاد داشتن و به این افتخار میکردن که دانشگاه‌ها با حکومت پهلوی و با نمی‌دونم مشروطه‌خواهی مخالف هستن، تا
تا حدی هم من این رو رد نمی کنم، چرا اصولا دانشگاه در تاریخ معاصر کشورهایی مثل ایران خب به خاطر شرایطی که جای باز کردنش اینجا نیست عموما یک تم و گرایش چپگرایانه در خودشون داشتن. مثلا جوری یکی از جنبش ها که رگ و ریشه چپ داره جنبش دانشجویی در کنار جنبش های دیگه، حالا نمیشه کاملا این رو چیز کرد ولی خب این مسئله. ما دیدیم که شعار مرد میهن آبادی در اوج همین خیزش ملی مردم، من کاملا حضور ذهن دارم، از دانشگاه فردوسی مشهد بود و یکی از دانشگاه های اصفهان یا اون دانشگاه اصلی اصفهان بود، دانشگاه صنعتی بود که شروع شد، دانشگاه شیراز این شعار رو سر دادن و جالب اینجاست که از طرف خانوم ها بود، یعنی آقایون زن زندگی آزادی میگفتن، در مقابل خانوم ها مرد میان آبادی میگفتن. یک شعار بسیار زیبایی هستش که اتفاقا مکمل اون یکی شعار هست و اصولا کاری هم به این نداریم که اصولا شعارها حالا این شعار سر داده بشه یا سر داده نشه، اونجوری هم که اینها میگن ارتباط مستقیمی با تداوم یا نمیدونم خابیدن یک جنبش هم نداره. اینا بلافاصله اومدن بعد از اینکه سرکوب‌ها زیاد شد، بعد از اینکه خودشون مردم رو ناامید کردن، دست به نمیدونم مصادره انقلاب زدن، زنان مردانش کردن و یه خورده به هر حال به خاطر شرایط متعدد جنبش یعنی در خیابان یه مقداری ساکت شد، شروع کردن که بله چون شما گفتید مرد میهن آبادی جنبش خابید. خب اگر مسئله اینه ما این شعار رو پس میگیریم و شما قول بدید که دوباره جنبش رو از سر بگیرید. یعنی یک چیز واقعا عجیبی هستش که از طرف کسی که خودش رو فعال سیاسی میدونه، خودش رو روزنامه نگار کارکشته میدونه، یک حرفا و یک ادعاهای عجیب و غریبی که دو خط نمیتونن دربارش توضیح بدن که وقتی این حرف رو میزنن دلیل اصلیش چیه. یعنی چرا اگر شعار مرد میهن آبادی سر داده بشه جنبش میخوابه؟ یعنی این نسبت این مقدمه‌ای که اینها میگن با این نتیجه‌ای که ارائه میدن از چه طریق این نسبت برقرار شده؟ این مسئله واقعا در انتها باید همین رو بگم، یعنی چون میخواستن کالای خودشون رو قول داده بودن که به طرف غربی بفروشن و تحسین بگیرن، فاند بگیرن، نمیدونم تریبون بگیرن، باید همین می بود، باید یک چیزی که بله از دل یک خواهیم، یک نگاه واقعا اوریان، یعنی شرق شناسانه عجیب و غریبی که اصولا با اون اتفاقاتی که در دل جامعه ایران داره رخ میده هیچ تناسبی نداره. این که مثلا ما میگیم بله در دل خاورمیانه ای که زن ستیزی هست، طالبان هست، اسلامگرایی هست، یک جنبشی به وجود اومده که فقط زنان رهبرش هست. خب این مسئله واقعا یک چیزی هستش که ممکنه طرف غربی رو موقتا خوشحال کنه، اما طرف غربی نشون داد که اصلا اهمیتی در بازی واقعی، در زمین واقعی به این حرفا هم نمیده. یک دستی میزنه، یک بهبه و چهچهی میگه، ولی فردا پس فردا اگه خیابان خلوت شد میره و با آقای ابراهیم رئیسی گفتگوی تلفنی میکنه، قول احیای برجام رو میده. متاسفانه این چهره هایی که جلو افتادن چون چهره سیاسی نبودن، کارکشته نبودن، اصولا سیاست رو نمیشناختن. شما همون سوتی های عجیبی که بله ما همه خاورمیانه رو میخوایم همین جنبش زن زندگی آزادی رو سرایت بدیم، ما در دل یک منطقه هستیم که اتفاقا برخی از این شعارها برای اونها خطرناکه، همونطوری که مصادره انقلاب خمینی هم برای اونها خطرناک بود. به ما هم ربطی نداره که اونها هم باید در نهایت به این مسیر بیایند یا نیایند. این مسئله واقعا یکی فروش کالای خودشون به طرف غربی بود که زن زندگی آزادی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر رو میخواستن، و یکی هم این که اصولا اینها چهره سیاسی نبودن. یعنی شما تو همین گروه منشور، من با تجزیه طلبها خب مشخصه که نظرم نسبت به اونها چیه، ولی تنها کسی که غیر از شاهزاده سیاسی بود آقای مهتدی بود. یعنی یک چهره هستش که بالاخره در جریان این فعالیت‌هاش، چه تروریستی، چه تجزیه طلبانه و چه فعالیت‌هایی که در طول عمرش داشته، سیاست رو یاد گرفته. یعنی می‌فهمه که چی بگه، چی نگه، چه سوتی بده، چه سوتی نده. ولی واقعاً ما با یک طیفی مواجه بودیم که خیلی گل و بلبلی با سیاست برخورد می‌کردن و نتیجه‌ش هم همین مسئله شد که زن زندگی آزادی رو پرچم کردن و در نهایت به این نتیجه شومی رسید که همه ما داریم می‌بینیم. سپاسگزارم. بله، میگن انقلاب زنانه در حالی که 90% کشته شدگان جنبش مرد هستند. این هم حیرت آوره که چطور در واقع بخش بزرگی از جامعه ایران که جانفشانی کردن رو برای فاند خودشون نادیده میگیرن. آقای شکرایی با شما ادامه میدیم.
من عذر میخوام آقای فرادی، همین مسئله واقعا من فراموش کردم بهش اشاره کنم. خب واقعا وقتی میگید انقلاب زنانه، باید یک فکتی بدید، باید یک مدرکی بدید. شما هم بازداشت شده ها، هم جانباخته ها، و هم کسانی که جمهوری اسلامی در شهرهای بزرگ برای ارعاب مردم اینها رو اعدام کرد، الان کسانی که هیچ زنی در بین اونها نیست. و البته ما وقتی این حرف رو میزنیم متهم میشیم به این که شما ضد زنانید. نه، واقعا اینجوری نبود. تعداد یعنی درصد مشارکت زنان روز به یعنی سال به سال در خیزش‌های ملی و اعتراضی ایران داره بیشتر میشه و این بسیار عالیه. اما اینکه رهبر این انقلاب زنان بودن واقعا با هیچ فکتی جور در نمیاد. بله، فقط در راستای منافع خودشونه و اینکه این رو به کارگزار خارجی بفروشن و فاند بگیرن. من چیزی جز این نمیتونم متصور باشم. آقای شکرابی با شما ادامه میدیم. مجلس رو میگن که شاهزاده مانع ائتلاف و اتحاد در اپوزیسیون هست. از سوی دیگر میگن این فرد شاهزاده رضا پهلوی هواداری هم نداره. اوکی، وقتی شاهزاده هوادار نداره و مانع ائتلاف هست، شما چرا دست به ائتلاف نمیزنید و انقلاب زن زندگی آزادی رو به پیروزی نمیرسونید؟ ببینید، این فرافکنی یکی از ابزارهایی بوده که اینا در طی همین سالها استفاده کردن. شما متهم میکنن پادشاهی خواهان رو به خاطر اینکه مانع این شدن که اتحادی به وجود بیاد. اولا اتحاد پیرامون مفاهیم به وجود میاد، نه اینکه چند نفر رو در کنار هم به شکل مصنوعی بنشونه. هیچ ما اشتراک مفاهیمی نداریم، اشتراک اهداف نداریم، اشتراک ابزار نداریم با افرادی که منافع اونا اتفاقا به زیان ملت و کشور ایران هست. ما میتونیم با افرادی متحد بشیم که اهدافی رو که دنبال میکنن در راستای قدردانی و بازگرداندن ایران به ریل توسعه باشه، رفاه و آسایش مردم ایران باشه. در اون راستا ما میتونیم اتحاد داشته باشیم با افراد. ولی همونطور که شما به درستی اشاره کردید و من هم قبلا عرض کردم، ببینید یک تناقض رفتاری و گفتاری وجود داره بین ادعاهای اینا. از یک سو میگن شاهزاده طرفدارانی نداره، ولی یک سو میگن مانع بزرگ اتحاد ایشون بوده. کارنامه خود این افراد رو که نگاه میکنیم، تمام نیروهایی که حالا ریشهشون در تفکرات 57 هستش، تا به حال تا به امروز بعد از گذشت 44 سال یک دونه دستاورد موفق نداشتن که در کنار هم دیگه قرار گرفته باشن و در کنار هم قرار گرفتنشون دستاوردی برای ملت ایران داشته باشه. بنابراین قبل از اینکه نگران این باشن که ما طرفداران سامانه پادشاهی چه تأثیری میتونیم برای این اتحاد داشته باشیم، اول من فکر میکنم که باید یک دستاوردی از خودشون و در کنار هم قرار گرفتن خودشون نشون بدن که تا به امروز ما شاهد اون نبودیم. اما یک موضوعی که اینا تلاش میکنن که اتفاقا موضوع صحبت امروز ما هستش و طرفداران سامانه پادشاهی رو فخاش نشون دادن، این هستش که میخوان برگردن بگن که اگرچه بخشی از جامعه ایرانی ممکنه طرفدار سامانه پادشاهی باشن، اما الیت جامعه ایرانی نگرش دیگه ای داره. و امروز ما شاهد هستیم اتفاقا برخلاف تمام این ادعای 44 ساله در قشر پادشاهی خواه برجسته ترین متفکرین وجود داشتن و امروز اتفاقا با پلتفرم هایی که به وجود اومده دارن از این پلتفرم ها استفاده میکنن و این اندیشه رو دارن بسط و توسعه میدن. بنابراین ما هم سربازان پادشاهی خواه داریم، هم الیت پادشاهی خواه داریم و هم پادشاه رو داریم و این خیلی مهم هستش که این سه عنصر که در کنار هم دیگه قرار میگیرن میتونن یک جایگزین بسیار مشخص و واضح باشن برای جمهوری اسلامی. و این چیزی هستش که جبهه مخالف از اون وحشت داره. انقلاب هرگز صورت نمیگیره مگر اینکه یک آلترناتیو، یک جایگزین در اذهان جامعه شکل گرفته باشه. اونها نمیتونن در دنیای تخیلی خودشون جایگزین رو ارائه بدن، در حالی که ما جایگزین ملموس رو داریم و قبل از انقلاب اسلامی هم اون رو داشتیم. سپاسگزارم از توضیحتون. بهرام، این سوال رو از شما دارم، چطور از یه طرف میگن شاهزاده طرفدار نداره، بعد میگن ایشون در واقع مانع اتحاده، و چرا خودشون دست به ائتلاف نمیزنن تا به پیروزی برسن؟ دقیقاً این جریان رو اگه ما به یکی دو سال اخیر مراجعه کنیم، به طور مشخص شروع کردن، خودشون میدونستن، یعنی از ابتدای انقلاب که ما دهه ها شاهد بودیم که جریان پادشاهی خواه هم مورد فحاشی قرار می گرفت، هم قتل و کشتار و ترور شامل این طیف بود، هم این که در نهایت در دهه های بعد اینها از در تمسخر وارد می شدن. اما در نهایت وقتی که این جریان احیا شد، وقتی که این جریان با شعارهای مردم در داخل کشور
احیا شد و در تظاهرات ها و اعتراض ها نام شاهان پهلوی فریاد مردم توی خیابان بود. در خارج از کشور هم نظرسنجی ها و اون به هر حال جریان مشخص شد که از زیر خاکستر دوباره سر برآورد. اینها اومدن دست به یک ترفند دیگه ای زدن، یعنی اومدن گفتن که بله، شاهزاده رضا پهلوی فرد دموکراتی هست، منشش خیلی خوبه، رفتارش خیلی خوبه، اما ایشون رو مردم به عنوان رمین که شاه کشور بشه قبول ندارن، ایشون هم میتونه یک کسی در کنار بقیه باشه. خب جریان پادشاهی خواه نشون داد که نه، اینجوری نیست و قضیه بسیار فراتر از اینه. و طرف مقابل خب دیگه مثل گذشته به حال افراد فحاش رو جلو نفرستادن که فقط فحاشی کنن، اینا اومدن از در احترام وارد شدن و دست دوستی و همکاری به سمت شاهزاده دراز کردن. اما در نهایت هدف اینها که نظرسنجی ها هم به کمکشون میومد، نظرسنجی یا در واقع نظرسازی میکردن که بله، شاهزاده رضا پهلوی طرفدار خیلی زیاد داره در ایران، با فاصله از شخص دوم خیلی بالاتره. ولی در کنار این سوال، سوالی رو هم مطرح میکردن که بله، مردم ایران با حکومت موروثی هم مخالفن و این درصد مخالفت با حکومت موروثی خیلی بالا بود، در حالی که خب همه میدونن اصولا به خاطر اینکه ما جریان و احزاب ریشه دار در کشورمون به اون صورت نداشتیم، مردم جریان ها رو بیشتر از رو چهره ها میشناسن. یعنی وقتی که میگن رضا شاه، محمد رضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی اینقدر محبوب ما هستن، خب طبیعتا سیستم سیاسی هم که به هر حال تداعیگر اینها هستن، این چهره ها هستن، اون رو ترجیح میدن مردم. ولی تو نظرسنجی میومدن این رو با به صورت کاملا حساب شده جوری دیگه جا مینداختن. خلاصه اینکه تمام این نقشه ها ترسیم شد تا اینکه شاهزاده رو کنار برکه بنشونن و در واقع در نهایت هم مثلا یک قولی بدن اگر قضایا خوب جلو رفت که بله، اولین رئیس جمهور بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه شاهزاده رضا پهلوی باشه. من این رو اتفاقا از برخی چهره ها در که اتفاقا خیلی موثر بودن در این جریان منشور این برانور شنیده بودم قبلا. عرض کردم که این جریانات در نهایت تصمیمشون بر این بود که شاهزاده رو در گروه منشور، در گروه جورجتاون کنار بقیه بنشونن و در نهایت به عنوان یک فرد معمولی و یک عضو که به قول آقای حامد اسماعیلیون در کارگروه ها و نمیدونم در اون اهدافی که در این منشور ترسیم شده، یک نهاد بسیار ضعیف و به قول معروف یک ساختار بسیار عجیب و غریبی بود که در واقع ترسیم شده بود برای هیچ کاری انجام ندادن، محدود بشه و محصور بشه شاهزاده به اون ساختار ترسیم شده توسط این جمع. و در نهایت مخالفین این منشور هم که عموماً به خاطر اون موادی که در این منشور، تبصره های زیادی که در این منشور بود، عموماً از طیف پادشاهی خواه بودن، اینها هم در برابر شاهزاده قرار بگیرن. امید فراوان اینها بسته بودن به این که با ورود شاهزاده به این جمع برای همیشه شاهزاده از طرفداران سنتی خودش جدا بشه و طرفداران هم قید شاهزاده رو بزنن، غافل از این که برخلاف تبلیغات سالهای اخیرشون این گروه های دیگهی که ادعای دموکراتیک بودن داشتن، اونها هستن که کاملا به ارباب و رعیتی شهره هستن در روابط فیما بین خودشون و کاملا یک رابطه دموکراتیک بین شاهزاده و هوادارانش برقراره. اختلاف نظرها بالا گرفت، انتقادها بسیار هم تند بود اتفاقا از طرف هواداران شاهزاده و در نهایت این انتقادها کار خودش رو کرد و کاملا به صورت دموکراتیک به همون مسیری که مد نظر اکثریت بود برگشت قضیه و اونها موندن و این که نقشه‌ای که ترسیم کرده بودن کاملا عقیم بود. این مسئله به نظر من آقای شکرابی به خوبی اشاره کرد، خودشون میدونن که در داخل کشور جایگاه و پایگاهی ندارن و بدون شاهزاده کاری از پیش نخواهند بود. شما اینا خودشون مجسم میکنن که آیا امکان داره که مردم در گوشه و کنار کشور، از جنوب آبادانی که مردم عربن تا اردبیلی که مردم ترک هستن تا نمیدونم سقز و سنقری که کرد هستن،
ما رو صدا بزنن، چرا باید این کار رو بکنن؟ آیا به قول معروف یک رگ و ریشه تاریخی در دل این جامعه دارن؟ مردم میدونن به درستی و خود اینها هم از دل مردم خبر دارن و میدونن، یعنی هم شاهزاده رو میخوان و هم یک شاهزاده کنترل شده و در مشت خودشون رو میخوان که اون اهداف خودشون رو پیش ببرن. و خب این یک بحر رو در کوزه کردنه و اصولا امکان پذیر نیست و خیلی هم زود نشون داد که امکان پذیر نیست و از هم پاشید. سپاسگزارم از شما آقای نجات بهرامی و همچنین از شما آقای شکرآبی که دعوت ما رو پذیرفتید. همچنین سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا به انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید. کسانی که اسامیشون اینجا برده شد یا رسانه‌هایی که در واقع اینجا ازشون نام برده شد، حق این رو دارن که در برنامه چالش از خودشون دفاع بکنن. درهای برنامه چالش همیشه روی اونها گشوده است. تا چالشی دیگر، بدرود.